یک کارخانه کوچک در پایتخت مالزی در حال آماده سازی هزاران وعده غذای آماده ی حلال از برنج سرخ شده گرفته تا گوشت مرغ برای بسته بندی و ارسال به بزرگترین رویداد ورزشی 2020 در ژاپن است. به گزارش شویوز به نقل از رویترز انتظار می رود شرکت های مواد غذایی اکثرا از کشور مسلمان نشین مالزی برندگان اصلی بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو از اواخر ماه جولای تا سپتامبر باشد. احمد حسینی حسن رئیس یکی از این شرکت ها گفت این موقعیت و بستر مناسبی برای ماست. شرکت وی قصد دارد سهم درآمد خود را به یک میلیون دلار در سال جاری برساند. احمد حسینی در این باره میگوید که در حال مذاکره با یک شرکت خرد فروش ژاپنی هستیم تا به طور مشترک یک خط تولید وعده های غذایی و خوراکی حلال آماده سازیم به نظر میرسد مالزی میخواهد از این بازی ها به عنوان سکوی برای تقویت صادرات حلال استفاده کند که شامل مواد غذایی و آرایشی می شود که در سال جاری حدود 12 میلیارد دلار رسیده است مالزی تنها کشوری است که با توکیو برای بازی های المپیک به توافق همکاری حلال رسیده است بر اساس اطلاعات یک شرکت تحقیق و بازارهای مستقر در دوبلین پیش بینی می شود ارزش بازار جهانی حلال تا سال 2023 به دو و شش دهم تریلیون دلار برسد یعنی تقریبا دو برابر میزان آن در سال 2017